یعنی دعوت انبیا برشان نمی رسید. الله هیچ قریه و شهر را بدون رسانیدن حق و پیام حق حلاق نکرده است و الله این کار را نمی کند. همین قسم در سوره بنی اسرائیل است که الله می فرماید و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما نیستیم عذاب دهنده قوم را تا اینکه روان بکنیم پیامبر را یا دعوتگر را. هنال رسانیدن دعوت پیامبر، رسیدن این مهم است. خب ای که یک جای قرآن باشه و کتاب الله باشه، ولی به مردم چقدر که برسد اونمو قدر باز اونا مکلف میشه، ولی تلاش هم ضرور است. اما اگر نرسه باز دیگه اونا مکلف نیست و جهل است و او جهلشان پذیرفته میشود انشاءالله. در ظاهر قرآن و امیت آیت های بسیار زیاد است که جهل کسی که تلاش میکنه، اما یک کسی از مثلا در منطقش اینجا دانم ملاسش قرآن یاد ندارم، چیزی که شنیده هی از دان از او از دان از او، اونمو تو میگه که اینمی اسلام اینمی هست. این حالی میره و پیش مولوی صاحب چه قسم عقیده داشته باشه؟ من پینجا مولوی صاحب میگه اینی تو این دیگه پیسه و پول هم نداره که یک جای دیگه سفر کن. باید یکم تو میگه عربی را یاد بگیره، عربی را پیش که یاد بگیره؟ خود مولوی عربی را یاد نداره. اونم یه چند کتابی که هست به نام دین میخوانن، این خلاصه و قدوری و کنز و مستخلص و این چیزا را. قرآن کسی یاد نداره. خب اگه مولایی گفتش که قبرا و لیا و لاس و به نام از اینا نظر کردن و گاو کشتن جایز است و شب جمعگی و روز جمعگی و اینا اونمو تو رست. اینا تا وقتی که حق نرسید برشان اینا معذور هستن. حق که برشان صحیح رسید، آیتای قرآن وحی رسید، بازی ها زد اناد کردن، گفتن نه علمای ما پدرای ما، بازی ها مشابه مشتکین میشه، باز اینا را الله جزا میده و این عقیده از اینا باز خطرناک است که با حالت شرک باقی میمانه. اما اگر حق نرسیده باشد جهل است و او جاهلا را، اگر که ما میگیم که اعمالشان کفری و شرکی است، این همی اعمال عقیده کفری است، این عمل شرکی است، اما ولی مشخص بگیم همی کافر مشرکین هستن تا که اتمام حجت نشود نمیشه. بعضی جاهلای بدبخت ها ما داریم که از قرآن و اسلام بیخبر هستن، میگنی همی خود قرآن نزولش اینمی حجت است، اینمی قرآن میگه وجود داره، کسی که میره سعی یاد نگیره چه قسم یاد بگیره؟ پیش مولوی هم نره، میگه بره خود شربی رو یاد بگیره باز بیا بخوانه. این یک جن تا جاهلا هستن. باز میگه اینمی جهلش، کسی عقیدهش سعی نیست، مطابق قرآن نیست، مشرک کافره، واجب القتل است، خلاص کشته شد، چیزی که هست مشکینه. به یه حساب که ما ببینیم خواه اکثریت همون طور هست، همه که نماز هم میخوانن، دیندار هم هستن، لنگی هم دارن، بسیار اخلاص هم دارن، عقیده شانس اینه کل از یه مشرک کافر. باز یکام دلیل پیش میکنن که در حدیث هست که رسول هست میگه القرآن حجت لکه و علی، یه حدیث سیه هست، قرآن حجت هست با نفع تو یا با ضررت، اینه میگه خود قرآن حجت هست. بیانش ضرور نیست، خود قرآن، همین قرآن که نازل شد همین حجت، پیامبر آمده قرآن آمده. حالا عذر و جهل هیچ کسی قبول نیست، هر کسی عقیده قرآن نداره کافر مشرک، در حالی که حدیثی تو نیست. این جاهل بدبخت خو حدیث از پیش خود تعویل میکنه و معنا میکنه، اونجا معنای حدیثی است که قرآن حجت لکه و علیک، لکه با این معنا که قرآن میخوانی یاد میگی، معنا و مفهومش اگر عمل کردی لکه با فایده و منفعت ده، حجت است برد در روز قیامت پیش میشه، حتی شفاعت میکنه، استدلال میکنه. علیک به ضررت است اگر عمل نکردی، قرآن امیال ما شما یاد گرفته، ولی اگر مطابق از این حرکت نکنیم، عقیده خدا اظهار نکنیم، اعمال خدا تلاش نکنیم، مطابق توان به اندازه توان تلاش نکنیم به عملی کردنش، بار قرآن علیک حجتون علیک به ضرر ما میشه و این باز در روز قیامت شاهدی میته که اینا عمل نکردن و الله ما را جزا میده. این تو نیست که خودم قرآن آمد دیگه خلاص، اگر بگو اینی آدم جایل میگه یک قرآن هست در مخانه یا نیا، خلاص کلش کافره، قرآن چرا یاد نکردن؟ من قرآن خو زبانش خودش نیست، زبانش عربی است، بی سواد جاهل. چرا میگه بی سواد است؟ خب بی سوادی خود طلب العلم فریضه تو، اگر من قبول کنم فرض، ترک فرض گناه، کفر خونه. این میگن این فرض که ترک کرده کافر شد. بعضی کسا داریم که این تو یک چیز میکنن، خب یکم علما هم یکم استدلالا کردن، اشتباه کرده گیستن.
ولی ما هر وقتی که حق به کسی رساندیم خیلی از یکم تا جاهل زیاد به امروش بحث میکنیم که پایز یادشون یک ماه پانده روز چند روز میریم برش دلائل خوب نرم با ملحجه ملائم بیان میکنیم دوستانا بعد اگه قبول نکرد بعد میتونیم بگم خیلی تو کافر مشرکن برای یکیده چرکی با تکفیر کردنش خواستان از دیگم ولی پیش ازی که ما حق بیان نکنیم بگم تو کافر هستی خلا حالا می تو میگن این مولوی ها و این مردم ها و این کلش کافر ها پشت از یا نماز نمیشه از یک سر کافر یا ای تو میگن که اینا کلش مرتدین هستن واجب القتل هست ذالک الله می فرماید اینمی ارسال انبیا و بیان یا قصون علیکم یا قصون بیان کردن انبیا علم یا کر ربک این که نبود رب تو مهلک القرا هلاک کننده مهلک القرا هلاک کننده اهل شهرها به ظلم به سبب ظلم شرکشان و اهل غافلون در حالی که اهلش غافل باشد یعنی دعوت حق برش نرسیده باشد دعوت حق توسط هر چه که رسید تو نموسی میشه پیامبر و دیگه دایا و یا این که بعضی هایی تو ترجمه کردن که نبود رب تو مهلک القرا به ظلم هلاک کننده قریا به سبب ظلم یعنی چی معنی آیا پیامبر روان نمیکرد حلاک میکرد این ظلم بود بعضی هایی تو ترجمه که و اهل و غافلون در حالی که اهلش غافل می بود الله حلاکش میکرد این ظلم بود ولی این معنی را بعضی ترجمه نداده معنی اولی ترجمه داده به خاطر که ارسال رسول به بالای الله واجب نیست یعنی هیچ چیز به بالای الله واجب نیست که واجب باشه که کارات میکنه ولی رحمت الله است نعمت الله است که انبیا را روان میکنه اگر نی نکنم ما را محاسبه بکنه آنه مو عقل که بر ما دادگیست ما اونو میتونیم که خالق درک بکنیم وحدانیتش مثل که بعضی همی تو گفتن مثل امام ابو حنیفه رحمه الله رسول عقل میگه می کسی عقل سلیم داره در کوه مست پیامبر برش نرسیده باشه همی عقلش که سعی است یه از این مخلوقات به وحدانیت خالق نرسه و قیده شرکی داشته باشه امی تو با عقیده شرکه دنیا برو میگه او جهنم میره بخاطر که می عقل ازی چرا توسط عقل خود الله را وحدانیتش درک نکن باید ای را میفهمید که یک ذات است که نظام کائنات را میچنان شرک باید میگه توسط عقلش رد شد ولی نهی که عقل ای تو کارا را کده بتانه ای کدام دلیل صریح نداریم بلکه وما کنم معذبین حتی نبعث رسولا بعضی با رسول عقل گفته ای تو یک تفسیر یا صحابه وجود ندار که رسول عقل باشه ولکل درجات مما عملوا وما ربک بغافل عما يعملون ولکل برای هر یک انسانای کافر مومن درجات درجه ها است مرتبه است مما از اعمال عملو که انجام میتن و ما ربک بغافل نیست رب و معبود تو بغافل بخبر غافل عما یعملون از او عمالی که انسان ها انجام میتن یعنی هر انسان چی کافر است چی مومن هر قوم درجه داره در عمل خود کافر هم کفر درجه داره بعضی کفرش بسیار شدیده اید تو میده و شعور بسیار زدیست علیه حق بسیار ظالمه هم حقوق انسان ها رو زایی میکنه هم حقوق الله رو این درجه داره و اینا در جهنم در طبقات مختلف می باشه مثل که ابو طالب نیم و شما سعی حدیث خواندیم که هم کافر تیر شده ولی کفرش چون که رسول الله سمه کمک کرده بود یک درجه داشت که یک نالین یک جور چبلق یا بوت آتشی برش داده میشه مغزش می جوشه این آخرین درجه است. اگر نی رسول الله سمه گفت که اگر من نمی بودم در قعر جهنم می بود در آتش جهنم کل بدن آتش یک درش میده ولی اونم یک جوره نعل آتشی را برش داده میره که سرش میجوشه یه پایین ترین نوع آتش عذاب است و کافرام هم میتو درجه داره این کلانایشان خوب و همین قسم کسایی که اهل ایمان هست ما شما میبینیم سار درجه عقیدش محکم و اعمالش محکم است از جان خودم فدا میکنم مال خودم نه 24 ساعت زندگی خدا بر اسلام وقف کرده تا اینکه دنیا میره انبیاء السلام هم تو بود شهدا هم تو راست کسایی که به خاطر تطبیق اسلام کار میکنن و از این پایین داریم که دعوت میکنن در کارهای نظامی دست نمیزن و از این پایین تر که صرف نماز خدا نمیخوانن دعوت نمیکنن همی یکم کارهای شخصی اسلامی را میکنن
بعضی هم داریم که خب نماز میخوانند دیگه گناهی بسیاری رو مرتکب میشن، حرام چیزا میکنند، بعضی نماز نمیخوانند، اونا بعضی باز که نماز نخوانند، بعضی علما میگه کافر شده و بعضی میگه نشده. یعنی نمی هر انسان این تو درجه است، یعنی چقدر که ما شما تلاش کنیم در این دنیا همان قدر درجه اعمال ما بالا میره. یا الله به ما شما توفیق بده که کل اسلام به صورتی که فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن الرجال